زندگی نو، درامه رادیویی بی بی سی. در شورای معارف ملا صاحب و عابده به جمال خان گفتند که محبوبه را از درس و تعلیم منع ننماید، ولی جمال خان سخن آنان را نپذیرفته اعضای شورا را ملامت کرد که چرا در امور شخصی وی مداخله می کنند. حال باز هم از جمال خان مشنویم که با چه کسی روبرو می شود و در مورد شورا چه می گوید. کچه کچه میرم نمیری ها؟ تو باش با حال مکتیک می فهمم گم که خودم نمیرمت. چی میکنی جمال خان؟ البته که از سک ترسیدی که سنگ به جانش برداشتی و سرش وار کردی. گپ ترس نیست کاکا سید محمد، اگر راست بگویم کم اعصابم خراب است. همیاله صدای بلبل سرم خوش نمیخوره، چی رسه به این غوغو سگ. چرا اعصابت خراب است؟ انشالله خیرت خواست. هم خیریت است و هم نیست. همی گپ ناق مردم بسیار سرم بد میخوره. در هر کار دخل و غرض میگیرن. از همی بوده بسیار کار استم. مقصدت نفهمیدم. چرا کس چیزی گفتید که قار هستی؟ ای های چی بگویم کاکا سید محمد؟ حال مردم حقه شدن که پشت زندگی شخصی آدم هم میوردارن و کنجکاو میکنن. همه که مانده که واک و اختیار خانه و دخترم هم از ما بگیرن. اینه او بچه از تو چه پوسکنده بود که کی تو را آزار داده و در کارهای شخصی دخل و غرض گرفته؟ اینه ملا صاحب و دیگه اعضای کمیته معارف ورا تلبیسه بودن. شل هستن که دخترم بانم که برم مکتب منش نکنم. حالی خود گپ دیگر خونی نیست جمال خان. نشنیدی که میگن مالت دبرت عقلت دسرت؟ دختر از تو واکش از دگاه. گپ هیچ کس نگی، کار دل خودکو. چرا که از دگاه کده خودت در خیر و شر دخترت خوبتر و بهتر میفهمی. یارم میگم زنده باشی کاکا سید محمد، عجب گپ زدی. لکه گوشهایم واز شد. این حاله که هر کس از این درک در بغل گوشم پف کنه دیگه قبول نمیکنم. راستی جمال خان، امی دختره که چقدر است که مکتب رفته نمیمونیش؟ نام خدا در سندای 12-13 ساله است. نام خدا؟ کلان دختر است. به جای مکتب رفتن غم تویشه بخو که گردنت پیش خدا و رسول خلاص شوه. اگه مکتب رفت باز دیگه دست تبو شوی، نخواد که کد با طلبگاریشان بیایه. دگه بخو رسیدی؟ بچمایی که برنجا پاک کنی، کل برنجای سوخته و سیارا در مابین برنجای پاکرگی مندازی. اوی راست میگی نرگس خوار، نخواد که کار کده باشه. ما خود دروغ نمیگم. ای نسایکو، برنجی که ما پاک کردیم در مابینش برنجای سوختگی را انداختی. یک کار مرا دو کار کردی. الا ببخشی خوارک، ای چوشم نبود. اگر دلت در برنج پاک کردن نیست هیچ نکو، برو قرار یک سو بیشی گل ببوی خود. شکیبا، یک گفت ازت پرسان کنم قار نمیشی؟ نه، ازار کرد که پرسان کو، چرا قار شوام؟ از روزی که از ولایت آمدی، یک رقم پت و پریشان معلوم میشی. انشالله خیریت خواست. خیر و خیریت است. ای بیچاره از دست ماما و زنای مامای خود جگرخون و پریشان است. چرا؟ اینا چی کردن که شکیبا از خاطرش جگرخون است؟ بگو که چی نکردن؟ شکیبای بیچاره را در اونجا خدمتگار خانه خود ساخته بودن. کل کار خانه خود را سر ازی کم بخت میکردن. خیلی تو چی وقت درسای پنتونه میخوندی شکیبا؟ کدام وقت که کار کمی بود میخوندم. همیشه وانا به مجرد که کتاب در دست خود میگرفتم خوام میبرد. از امی خاطر در دو مضمون در پنتون چانس خوردم. راست میگی؟ خدا خیر نتا مامای تو زنایشن، کار خوب نکردن. بجایی که کار خانه را خودشان کنن سر تو میکردن. از امی خاطر اوقات شکیبا تلخ شده، میگه دیگه خانه مامایم نمیرم. خی باقی درسای پنتونه که چطور میکنی شکیبا؟ مچم به خدا، ما میران ماندیم که چطور کنم. های فیقه خواندنت، ای تو که باشه پنتونت نیم تله خواد ماند. یهو چطور یخ است، کاشتی یک دولگه گوگر منداختن.
ای بابو اوزو میکنی؟ یک دقیقه صبر کو، این امیدستی برای تو گرم میارم. زامت نکش گلاله دخترم، آل قطمیویه خوزو کدم، این اکم مانده آل خلاص میشم. یک زامت نبود بابو، بیازا ما او گرم تیار در سر بخاری ماندگیست، رو کده برات میارم. دقیقش نشو، ما ممی اوزو را بگرم، میرم سنخانه کوشم پریشانم. چرا پریشان هستی بابو؟ آل کامگی شو باشم اینجا، با صبح بخیر برو. نمیشه، برم که دلم از بوده شاپیره نارام است. اگه سر ما و روز نمی بود، می پاییدم، یک رد ناجور نشه، دم خانه باشم خوبه. ای تو که از دمت نمی گیرم، براستیام که امی مایش است. بودن در خانه خوب است بابو، کلان خانه استی. ما ماموره میگم، یک عاطفه کدام سر بگیره، وام بیچاره اولادار است. دم خانه باشم، چیزی که از دست میایه کمکش کنم. راست میگی بابو، اگه خدای ناکده کدام مشکل پیش آمد مرا خبر کنی. از وضعیت شاپیره من خبر دارم، برش گفته بودم که پیش دکتر زنانه اتمن بره. براستیام شاپیره سرازی اشتی که خود چندان جور نیست، از امو بده دلم پریشان است. خیر باشه بابو، تو قصودا نزن، خدا میربان است که به خیر و خوبی و بدون کدام مشکل اشتو کش به دنیا بیاید. خدا دانه تا نیکنه گلالای بچیم، خیمه میرم به اجازت که ناوقت نشه. رای تا نمیگیرم بابو جان، به خیر بری. بازم اگه کدام خیر و شر پیدا میشه مرا خبر کنی که از بوده شاپیره دلم بسیار نارام است. دلت نارام نباشه، وقت پیدا شدن اشتک برات اول میتا. Dear wife Nargis, هیچ عقلم کار نکد که چرا بسیاری مردم با فایده و تاوان خود نفهمید و کارهای عجیب و غریب کرد. چی گفتی؟ مردم با فایده و تاوان خود نمیفهمن؟ درباره کی گپ میزنی گل خان؟ چرا جیگرت خون است؟ من درباره جمال خان گپ زد که بدون فکر کردن تیشه به ریشه خود زد و به خود ضرر رساند. جمال خان چرا کم تیشه به ریشه خود زده؟ بگانی که من خبر شوم. امروز شورا جمع شده بود و از جمال خان خواست تا دخترک خود محبوبه را اجازه داد که به مکتب رفت، مگم او قبول نکد و کلگی را آزرده ساخت. دلم با حال ای رقم پدرها میسوزه. تو راست میگی، او به دسته در ریشه خود تیشه میزنه و نمیفهمه که تعلیم دخترها چقدر گپ مهم است. کلانا راست گفت که یک زن باسواد یک خانواده را باسواد ساخت. اگه ما کوشش نکد و جلوی ای رقم آدم ها را نگرفت، کل دخترهای قریه ما بسواد ماند. خود دیگه باز او وقت کلگی شکایت خواد کرد که معلم زن در قریه نیست و دکتر زن نداریم که غم مریضا خورده شوه. یاس مای دیر نرگس، با سواد شدن از مکتب رفتن شروع میشه. اگه دختر اول به مکتب نرفت، از کجا پوانتون رفت و معلم و دکتر شد؟ ماما میگه پا میگم خشت اول که دخترها را تعلیم یافته میسازه و تا دو آینده شانه میمانه، همین مکتب رفتن است. از این نعمت که محروم شون دیگه پیشرفت کرده نمیتانن. مای دیر نرگس، من از این که خانم مثل شما داشت بسیار خوشحال بود. تا آخر کوشش خواد کرد تا دخترای قریه ما مکتب رفت و باسواد شد و آیندهشان برباد نشد. یاس کریم، او کریم دکاندار، او نامدار بازار ولسوالی، شلفت زده کجا روان هستی؟ مانده نباشی. غفار توستی، زنده باشی. سومی خانه میرم. مانای گپت نفهمیدم. شلپسدیش دیگه چه رقم را رفتن است که میگی؟ اون امو رقم است که نیمه تل بودت کنده شده و فقهان میکنه که مرا دیگه بس از اوزن بندازم. والا راست میگی، بوتایم بسیار کنه شده. مگم فکرم طرف ای حالتش هیچ نشده بود، امیالی که گفتی دیدم. بسیاری وقتا خدا را شکر میکشم که اگر دکانم خرد است و یاد قریه است، بازم لپ و جف مستو و پردل کده خوب است. نه دگه ای تو نگو غفار بیده، هرچی نباشه او دکانک قریه که تو دکان پر و پیمان بازار ولسوالی یکی نیست. ناق دل خوشک استی. من چون که شنیدی یا نه، کلانا گفتن نامش کلان دیش بیران، کانی امو سر تو آمده. بوتای تا سیگو 20 رقم پسکی دادی و دوره دوزی کردی،
مگم بازم مزیش نه. سر مردای رقم روزا میایه غفار، چند وقت دیگه تیر شوه ات بوتای جلبلی بخرم که از مقبولی و نوی روی دهش معلوم شوه. چطور؟ یکی کدام گنج از زیر خاک میکشی یا از آسمان سرت بارش پیسه میشه؟ اما تو فکرش کن، یک کار نو در فکر میگرده، امی که شروع کنم بارش پیسه را چی؟ سیل پیسه، جاله پیسه سرم خواد شد. پفکو، پفکو کریم، یادت بخیر، البته حالی میری کدام صحیف محکم میخری که پیسه را دوز نبره؟ خیر باشه، حالی تو خیلی خندی کو، باز خواد دیدی که چه رقم لو جارو میکنه. نو زندگی نو درامه رادیویی بی بی سی غفار بوتهای پاره و سوراخ کریم را دیده با لاف و گزاف دکانداری خود را نسبت به کریم و پردل بهتر وانمود کرد. کریم اظهار داشت که به زودی در دکانداری آنقدر مفاد خواهد کرد که غفار از گفتهش پشیمان شود. اکنون مشنویم که پردل چه کرده و چرا کریم در توصیف و ستایش او مبالغه می کند. خدا نگیرید پردل، یگان تو را میگن هزار پیشه بیروزی، مگم تو هزار پیشه کمالدار روزی دار هستی، دست صد رقم سر و منجا کلید کار میده. یعنی چطور کریم؟ دمانای گپت نرسیدم او گل بیادر، امو راستو چو پوسکنده بگو فکرت هست. یه نه امی جور کردن شاد از گره میگو که خوب خوب آدم ها کلش کار نمیکنن، این کسایی که دشق زنبورداری سبق خواندن این کمال ندارن. مگم نام خدای که در این کار کامیاب شدی. هنوز کجاست؟ شکر به کلام تو گل بیادر، باش که یک کرد ناخون ما بچسبه و فروشات شروع شوه، بازونو غاید در جمع کردن لود دستا چه خواد شد. سعیست حال بگی دست شور بده که وقت زایه نشه. بگی این در تیار است او گله بیادر، دیگه چی دست شور بده، کار خلاص است دیگه. بگی ما میگم که کار خلاص شده لالا پردل، این حال اگه شاد جور شدگی رو در بوتلا نپرتیم روز اثر نمیه. راست میگی او گل بیادر، این خی بگی دیگه. این بگی یارم، من میگم ات شاد جور کدی که دیدگیش لای ورز لای، معلوم میشه که بازار گرم پیدا میکنه. معلوم دار او گل بیادر، من کار خام نمیکنم، بازم در پالوی تیرگی و خوبی شد باید است که در زیر علاشه نشینی و آوازیش در بازار پرتی که کل مردم خبر شوند. بیغم باش، تا جایی که از واسه ما پوره است در گوش کل اگه پف میکنم کی رقم شاده در خارجه نمیفین، بخرین که کم مانده و خلاصیست. مابوبا، او مابوبا، در کدام گور کنده در آمدی که صدا را نمیشنوی؟ زود بیا که کار دارم. او نه، در کاشکن بودم آقا، چرا بزور بزور صدا میکردی؟ اینی چپاتا که بخوری و موی کنک شوی، باز خود بخود میفهمی که چرا صدایت کردیم. خلاص، نزد آقا، چی کردی میلکو بویای و کمکار شدم. افتاره مانده که دیگه جنازه تام برایه، ماندن ولایت نیستم. کسی که سر خانه خدا پیش دفاع فاش کنه جزاش ازی بدتر. نکو آقا، من هیچ گناه نکردم، ناقلتو میکنی. ناق نیست آلی، خود کدام کار غلط نیست، از بده مکتب رفتن و سبق خواندن رفتیم که اگه شب عوض بشانه قبول کنی. چطور غلط نیست؟ تو میری پیش دگه مردم مرا میشرمونی. مردم چی خواد گفت که جمال خان اختیار اولاد خودم نداره؟ نزن آقا،
نخورد. تو دلت هست که کتی مکتب رفتنت دانه کل قریه را سرما وکنی و تمام روز تانه و تمرخه بتنم. بمردم جیغرز آقا، هر کس میفهمه کارش. این دیگه دخترها که مکتب میرن چرا پدرشان منه نمیکنشان؟ بس دیگه اقا مامزالگری را بان، همی که گفته نمیمانمت نمیمانم، بیخی که خون گریان کنی دمی خانه میشانمت خیل و خلاف. شکر شکی با که باز رو در قریه میبینم. میفهمی از امو دور که چشمم افتاد خوشحالی کده آمدم. حالا تو نالا بسته که سر نپر شد. اینه یام بسته، بیخی اوشم نبود. مانده نباشی امیده، مام از دیدنت خوش شدم. میفهمم که اوشت نبود شکی با، چرا که مرغ دلت دیگه جای پرواز میکنه. حالا چی میگی امیده؟ اما تو در یک چرت بودم، نفهمیدم که سطل پر شده. باش که پوز کنده بگویمت، در چرت فکر الاداد بودی، اما تو نیست. نه بابا، تو هم چی فکرهای میکنی، او گپا نیست. من خودم صد جنجال و غم دیگه دارم، که او چرتا هیچ هست. وی خدا خیر کنه، دیگه چی پریشانی داری که سودایی ساختید؟ تو قصه کن که مام خبر شوم، هرچی نباشه خورخوندیت هستم. گمش که امیده چی پرسان میکنی؟ دایم در سر رای سبق و تعلیمم یک مشکل پیدا میشه، ایران ماندیم که چطور کنم. حال گپ چیز، چرا پوسکنده نمیگی؟ ای آزمه پت میکنی و سرم اعتبار نداری؟ این از درک نبودن چای شو باش، دلم از که پانتو نیلا بتم. چی میشنم شکی با؟ اما که خبر داشتم تو در خانه ماماید میبودی، از پنتون که رخصت می شدی شهر روزای رخصتی تا منجا تیر می کردی. گپ تو سعیست، دم قغایت آمد تو بود، مگه مال نمیشه. بسیار سخت است که من شهر روز ما اونجا تیر کنم، غیر از این که درس تعلیم ایلابتم دیگر را نیست. حال خانه بیگانه خو نیست، خانه ماماید است، چرا تیر کنه نمیتونی؟ خیلی قغایت های دیگر را چطور می کردی؟ نمیشه امیده، من سبقای ما بخونم یا تمام روز جهات خانه ماما را بکشم؟ خدا انصاف به در دو زنشه، یک رقم کار میکنن سرم که بیخی پکو شدیم، از ام خاطر چانس خوردم. وی این کارشان خوب براستی به انصافیست، اما قنه میگن که تو به سبق خواندن آمدی، نی به بیگاری. خو آره چی قصد داری؟ من چون به خدا ایت چاره ندارم. ای تو شانای تا بالا ننداز شکی با، یک راه و چارهش بسنج، اگر نه کل زامت های دیج میشه. تو یک چشم سفید و بیعیا شدی؟ کال میری شکایت مرا پیش مردم قریه میکنی ها؟ مکتیت کار دارم، مکتیت کار دارم، مکتیت کار دارم. توبه کریم، خیرت نزنیم. حال موی دسترت نمیمونم، دگه با کسی گپ خونه رو میگی ها؟ اگه یک دفعه دیگه دانه تا پیش کس واز کده بودی میبومی زنده دا گورت میکنم. اوز حالم خدا ناتر، چرا ما ببرم این زنو و دی از میاش کش کده رایزی؟ ای بیچاره چی گناه و خطا کده؟ چرا تو جزا میدو؟ او بچه نکو میگم. پشو ببو تو از سر رایم، پشو میگم. بان که من سبقی دختره در دستش بتم، از بودی از این لوده ما پیش مردم کم اومدم، پاشو میگم. بیا 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 جانی، بی خود چپ باش، بیا بچه گیران نکن، بریم دو خانه. بیا برو دو خانه، برو. جمال خان، تو را چی شده که دختره قناق لتو کوب میکنی؟ از خدا بترس. تو خبر نداری بابا، آلی نواسی نوزدانیت شکایت مرا پیش مردم میکنه، او کلگی را سرم جد میته. چپ شو سر نواسی ما تومت نکو، ما بابا و تو دختر نیست که گپ خانه را به کسی قصه کنه. اگه من دروغ میگم برو از خودش پرسان کو، رفته خانه کاکا جانباز پیش زن لالباز شکایت کده که مرا آقای من از مکتب رفتن من نکده. آلی خو گپ بد نیست او بچه، که تو از بودیش دختر را میکنک میکنو میزنی. پشتی نواسی تا نکو بابا، باز ما کوچ خود از این خاطر دقریه ناوردیم که پیش مردم بیابرو و بیزت شام، نمیمانمش زنده. اینه جمال خان،
تا مکتب رفتن موبت تو بیابرو نمیشی؟ هنوز عزتت یک میشه و بچه چرا نمیفهمی او کتی یک دختر نجلت بازی رو گرفتی؟ ها؟ گپ لج نیست بابو، حالا دیگه موبت نیمچه جوان شده، قدمش نمیمونم کسون مکتب بانه. در بگیره ای خانه این قصوص جنگل میشه که هیچ پرسان نکو. آتفا تو چی میکنی؟ دقیقا چیشتی خانه رو جارو میکنی؟ الا روشو برای گلاله زنگ بزن. خیرت از خاله رابیه گل، چرا به گلاله زنگ بزنم؟ از بودی شاپیرای برای زنگ بزن، تال طول نتی. شاپیرای چی شده؟ سر اولاد ناجور است، برای گلاله زنگ بزن بگو شهر رقم که میشه خدا زود برسان. گلاله خدا ای خواهید خانه نمی باشه خاله، که اینجا بیایه. گلاله خدا ای خواهید خانه نمی باشه خاله. بسیار دلیل دلائل نگو، هر جای که باشه خدا میرسانه. بیازو هم خودش گفته بود که شاپیره که ناجور شد بر ما وال بتین. ما میگم از تلیفون کده همی شاپیره که خود ما شفاخانه ببریم خوبتر میشه. پشت شفاخانه نگر، در وقتای ما نه دکتر بود نه کلینیک، این همی زنای کلان با تجربه بود، کسایی که امیدوار میبودن ولادت میدادن. آلی هم کابده و گلاله بیاید انشالله مشکل حل میشه. گپت سعیز خاله رابیه گل، او دگه غای تا بود، حالا خب بخاطر زنا شفاخانه های علایده جور شده. ای گپا را تو میکشی، چیزی که من میگم اموتو کو گپ فهمیدی یا نی؟ خاله شلگی نکو، گپ مرا بگی، امی شاپیره بیچاره از روز که امیدوار شده هیچ جان جور نداره. شاپیره مکر زیاد یاد داره، در خیال خانیست اقناق ناز میکنه. خاله نازی چی میکنه؟ من خو هر روز با چشم سر میدیدمش که از درد مینالی. هر رقم که میشه باید از دکتر زنانه ببینیش، چرا که ولادتش در خانه خطر داره، خدا نکده خودش و اشتکش کدام رقم نشه. اقنه ترسید نمیشه، روشو به گلاله زنگ بزن با بدا موال بده که خدا برسانن. من دیگه چی بگویم، هرچی که تو میگی اما تو میکنم. خدا خودش سر شاپیره رحم کنه و بخیر چشمش واز شوه. نو زندگی نو، درامه رادیویی بی بی سی. شاپیره تکلیف داشت، عاطفه رفتن او را به کلینیک به خاطر وضع حمل ضرور وانمود کرد، ولی رابعه گل سخن او را نپذیرفته اظهار نمود که به گلاله زنگ بزند و او را به خانه بخواهد. در این قسمت از رحیمداد میشنویم که از چه موضوع آگاهی یافته و به چه منظور به خانه کریم آمده. من میگم بادار صدقه، الهی شکر که تو باز آقا شدی و ما کاکا. نسیم بیادر، از خدا که بود نباش از بندش چی بود کنم. ما بسیار خوشحال هستم، خدای روز به تو هم نشان بده. خلیفه بلای تا دیگیره، مبارک و قطاره که با صاحب اولاد شدی. بچه ماشی ماشی نازدان کریم باشی، بچه ماشی ماشی. نامکیش چیز خلیفه بلای تا بگیره کریم که متیکی پرتام. نامش فهیم ماندیم خلیفه رحیم داد. فهیم ماشی ماشی نور چشم کریم باشی، فهیم ماشی ماشی. خلیفه رحیم داد، پیشما یک سوال پیدا شد، آخه هنوز کدام شو شش نگرفتیم که دولا در گردن کد آمدی؟ مقصد که مدای اونجوره موجوره را نداشته باشی ها؟ لالا کریمم راست میگه او جار چوم، من ایران هستم که تو چطور خبر شدی و خدا عاجل کده رساندی. خلیفه بلای تا بگیره،
گپ خوشی زود دید بشه. مام بوی کشیدم دم نخت آمدم که شیرینی بگیرم از دان. چرا که بعد از سالا خانت بچه شده. لالا کریم ما غرز نگی پدرا، شیرینیت سرم است. هر وقت گذرت سونه بازار ولسوالی شد بیا که برد یک بوت داماتی بوتم بپش که پایت آرام شو و جدت صدقه. من میگم سره کاکا هستی نسیم، خلیفه بلایت بگیره جانمرگ نشی. خلیفه رایم دا غم شیرنیت خو خورده شد، حال دیگه دست چور بوته و یه خواندن مست بزن که قریه ما و قریه چارگرد و گشته خبر شوند که خانه کریم بچه شده. خلیفه بلای تا بگیره، از تو گفتن از ما درم باندن. شیر مامد بیادر؟ یادت باشه که سرم ده سنگ لاد بخوره ای رویه بده را که کتشی که با کدی یادم نمیره، فامیل یا نه؟ او غافل، کتکی جنگ و دوا داشتی که اقه به قار هستی و جوش میزنی ها؟ راست میگی، بسیار قار هستم. کاش که امی دقه شیر مامد پیشم می بود که خوب عقش دقه فدستش میدادم. او غافل، شیر مامد خوب یادر جان آجانید بود و سر یک دگه جان میداده. تو چی کده که خونی تا ده جوش آورده؟ چی کنم جان جانی بودنش؟ کلانا گفتن از کسی که نمیدانی بدان. شیر مامد او زیر کا برامد. او زیر کا خوب اتو مانا میته که کسی کت آدم تگی کنه باز داروی خود نیاره او غافل. ای خیر ببینی ای شیر مامد که میبینی خیال کده که مشه که بار ده خانهش بر مزدوری روان کدیم. کل کار سرش میکده، طفل از سبق پس مانده این ناکام شده. باز که من میگمش تق منکر میشه. او غافل، از کجا میفهمی که امی خودش که با سبق نخونده باشه و گناهش در گردن دگاه بندازه؟ نه او گپ نیست آقای گلخان، من دختر خود خوب میشناشم، دایم سبقای خود به شوق میخونه. خیر باشه دیگه نمیمانم که خانه شیر مامد مزدوری کنه. اگه نمانیش که در خانه شیر مامد باشه خیده کجا می باشه او غافل؟ ایشه دگه نمی فامم، خودش که باگک هم ایران است که چی کنه و ای جنجال چرا قمل کنه. ای گب دگه رای حل نداره او غافل، چرا که در ولایت دگه قوم خیش نزدیک ما نیست. قرار در خانه بشینه و کت درس و سبق با من خدایی کنه. نسیم بادار، به من اجازه درون دکان بیایم؟ اوه جمال خان، ملک زاده ده سربند، بیا بیا خوش آمدی. آجت اجازه نیست، دکان خودت است، اوجدت صدقه، بیا بشی. خوش باشی نسیم خان. یکه با پرسانت کنم سرت بد خو نمیخوره. امرکو بادار، سر کس رای نزن ناپدره. یک رقم دکانت خالی است، بخیلن در کاروبارت مزه نمانده. در کاروبار مزه هست پدرار صدقه، مگم من خودم قصدی در یه وقتا مال نمندازم. چرا؟ سرمایه نداری یا که کدام گپ دگه هست؟ ولا سرمایه هست، مگم مزبوده ای که صاحب دکان ایجره در فروش انداخته من دگه مال ناوردم. باز دکانه که بفروشه تو کجا خود رفتی؟ ازش پرسان نکدی؟ با دار صدقه، کلانا گفته خانه داره یک خانه، بی خانه را صد خانه. میرم یک جای دیگه برای خود دکان پیدا میکنم. خو هرچی که خیرت باشه، اگه ما پیسه میداشتم ای دکانه نمیموندم دیگه کس بخره. میخریدم و تو را به جای نمیساختم. من میگم خوار نشی، ما هم میگم در دلم گشت که کاش که پیسه میداشتم و بیخی هم ای دکانه در پای خود میکدم. هر کس که دوکانه بخره خوب فایده میکنه، چرا که در مغز بازار است. از چهار طرف هر کی که بیایه دانمی دوکان میرسه. صد فیصد همی گپ است. در چند سال دمی دوکان خوب فایده و پناه داشتم. مچم باد از این در دگه جای کار واره خواد کرد یا نی؟
شاپیرای خور، شکر که جانت بخیر خلاص شد. گل باری چوچه به دنیا آوردی. شکرانگی پیش روی پیایه میده. از ای که پرسانم آمدی بسیار خوش شدم. پیشت کم استم، باید زودتر از این میامدم. اینمی چند دانگک تخم آوردم، بگی پختک و برد فایده داره. وی توبه، دست خالی آمده نمیتونستی؟ آجه تازی چی بود؟ دیدار خودت دارم هر چیز است. لایقت نداره، سوغاتی بچیت قرض باشه. باز بخیر یک جور کالای بابویی برش میگیرم. راستی یکم پرسان کنم، چطور استی؟ پس دردی خو نداری؟ پس دردی خو ندارم، مگم جانم جور نیست. دلم بسیار تنگ است، فقط خیالم کمی گلونم بغمه شده باشه. خدا نکنه که چیز نگلونت کلوله شده باشه. ای تو چه گپا میزنی؟ باور گویله و بانه نیست. بعد از ای که بچیم پیدا شده هیچ دم خوش نزدیم. خیر است، از زجگی که بر آمدی خوب میشی. بخیر، باز اولاد آوردن خو کار آسان نیست. گفته کلانا از آدم آدم میروید. گمان نمی کنم که خوب شام. روز به روز دلم دقتر شده میره. یکان وقت تو میشم که میگم فرق زده گریان کنم. فکرت خونش نگی، شکر کو که خدا صاحب بچه ساختید. دست و پای و عقل و هوش سعیز. دیگه چی میخوایی؟ شکر چطور نمی کشم، مگه می دلتنگ شدن و بی‌حوصلگی در دست خودم نیست. خیلی اگه قدر وضعیتت خراب است، کریمه با کلینیک ببرید پیش دکتر. مگم که بر از حالاتت کدام دوا بده که خوب شوی. بخیر. از بالا باران آمد، از بالا باران آمد، یاریم به دالان آمد. یک بوسه طلب کدم چشمهاش به گریان آمد. سست پیچش به گریانم شم. یاری من خود خانه است، در خانم در دالان چی میکنه؟ کجا روان استی او سرخوش دوش و دل؟ حال درام میری باید میخوانی؟ خیرت باشه، خیرت باشه کریم. سکه باید تو بازی و چکچک و قرسک و اتن انداختن شم. گفت چیست که در سر راه مره میگی بوشی؟ چی پرسان میکنی و مرد خدا؟ تو خو اندیوال قدیم آقای خدا بیامرز و یار شیرین ما و دیگه مردم قریه هستی، خصوصا از کسایی که زنده است. مردارم خدا بیامرز خوش بوده نزد ها. او سطح خفگی مرده و خوشی زنده شم. امروز یک رقم به شروع گفت میزنی، مقصد چیست؟ او بادار اندیوالی خو آسان نیست، من دایم در فکرت هستم. دلم برد میسوزه دلم. او صدقی دوستی دل سوزی چون یخن که تیمه گب میزنی بیخی ایرانم ساختی، چرا که دیگه غایت دی رقم نبودی؟ اینه او نازم، تو پشت دیگه غایتا نگر. من کدام آدم فلوتباز نیستم ها که به چرزبانی تو را خوش بسازم. دوستی در دلم از در دلم. امیال اقا جگرخونیت هستم که اگه آقایتم زنده می بود اقا دقمت نمی بودا. تو چی میگی کریم؟ صدقی آقایم شوم، خدا بیامرز مره که شربت قند کلان کده. آلی هم جور تیار هستم، چرا جگرخونی ما باشم؟ شکر که جور هستی نازه. من دلم به تناسورتیت می سوزه که کدی یک بچه ششتی و دیگه بازو نداری. صدقی بازوی شوم، چیزی که خداوند لایق دیده. سر عبدالقادر نازان های گانه شکر می کشم. او گفت خود صحیحست نازه، مگم من میگم اگه یک بچه کلنگی دیگه دلت میخواه برو از دکان پردل شات جادویی بگی. شات جادویی؟ صدقه بچه کلنگی میشوم. گفتی شات جادویی؟ نخواد که گفت نمازی باشه. برو دیگه بیغم باش، من در چشمت خاک نمیزنم. باز که خریدی خودت مرا دعا میکنی ها.